فرمان یونیت. از فرمان یونیت جهت کنترل واحد نمایش اندازه ها و زوایا و تنظیم دقت اونها استفاده میشه. روش های اجرای فرمان یونیت: روش اول از طریق نوار منوی بازشوی فرمت. روی نوار منوی بازشوی فرمت اینجا من کلیک چپ میکنم، روی فرمان یونیت سه نقطه داره، اگر روش کلیک چپ کنم یک کادر برای ما ظاهر میشه، کادر دراینگ یونیت ظاهر میشه، از ناحیه لنگس، انگل و چند ناحیه در این قسمت تشکیل شده. به تک تک این نواحی توضیحات رو میپردازم. ناحیه لنگس: با استفاده از ناحیه لنگس ما میتونیم طول رو تنظیم کنیم. الان نوع طول ما دسیموله و تعداد رقم های اعشار 4 رقم اعشاره. با استفاده از ناحیه انگل میتونیم نوع زاویه رو تنظیم کنیم، دسیمال دگری باشه، تعداد پرسیژنش 3. و اینجا اگر میگه تیک کلاک وایز رو بزنی، جهت مثبت چرخش در عقربای ساعت قرار میگیره. و اینجا برای ما یک سامپلی رو اومده نوشته، سامپل آوتپوت، یه خروجی از سامپل نوشته که اینجا دارید ملاحظه میکنید و 3 تحت زاویه 45 درجه. اگر روی دکمه دایرکشن اینجا کلیک چپ کنیم، دایرکشن کنترل ظاهر میشه، گفته ایست ما در حالت 0 باشه که میتونید این رو تغییر بدید، ولی بهتر این تغییرات رو ایجاد نکنید. روی اوکی اینجا من کلیک چپ میکنم. اینجا هم در قسمت insertion scale بر حسب میلیمتر نوشته که اینجا میشه این واحدها قابلیت تغییر دارن. بهتر همین حالت میلیمتر بذاریم، چون ما بر حسب ECAD ISO اومدیم یک فایل جدید رو ایجاد کردیم. من اینجا میام روی اوکی کلیک چپ میکنم، روی اوکی اومدم کلیک چپ میکنم تا این تنظیمات برای ما باقی بمونه. روش بعدی اینی که در واقع روی اپلیکیشن منیو کلیک چپ کنیم. اینجا اگر مشاهده کنیم با قرار دادن مکان نما روی دراینگ یوتیلیتیز ما میتونیم یونیت رو تنظیماتش رو اینجا هم انجام بدیم، که چون من این رو یه بار انجام دادم اینجا کلید اسکیپ رو دوبار میفشارم تا از تنظیمات یونیت خارج بشیم.